ساخت دو سکوی گازی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی و حمل و نصب آن بر روی چاه در عمق 115 کیلومتری خلیج همیشه فارس تا دو ماه آینده تعداد سکوهای ساخته شده در داخل کشور به 17 سکو رسید. الان این عرشه‌ای که همین الان 21 رو که دارید می‌بینید، این ظرفیت تولیدش 1 میلیارد فوت مکعب، یعنی معادل 28.4 میلیون متر مکعب در روز میتونه با نصب و راه اندازیش و انشالله و کل مرحله وصلش به پالایشگاه 28.4 میلیون متر مکعب در روز میتونه برداشت از میدان مشترک رو اضافی بکنه. ساخت هر سکو که بیش از 2700 تن وزن دارد در داخل کشور 240 میلیون دلار و در خارج از ایران 500 میلیون دلار هزینه دارد. برای این کار حدود 12000 کارگر در روز کار کرده. اشتغال زایی ایجاد شده در یک نقطه مرزی، در یک نقطه ای که در جنگ خیلی آسیب دیده. بیش از 90% ساخت سکوها، 100% نصب خطوط انتقال گاز و 60% پالایشگاه در خشکی توسط مهندسین داخلی ساخته شده است. کل این طرح توسط هموطنان ایرانی ساخته شده است و کلیه تجهیزات این، مخصوصا سیستم کنترل این سکو، برای اولین بار توسط متخصصین این شرکت های ایرانی ساخته، طراحی و ساخته شده. الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم، از یکی از سکوهای اقماری طرح توسعه فاز 19 به نام SPD2 برداشت از میدان پارس جنوبی رو فاز طرح توسعه فاز 19 به عنوان پیشتازترین طرح در میان طرحهای جدید پارس جنوبی آغاز کرده. حدود 330 میلیون متر مکعب گاز رو از میدان مشترک برداشت میکنه. ارزش تولیدات فازهای 19 و 20 و 21 پارس جنوبی بیش از 10 میلیارد دلار در سال است.